ممنونم عزیز جان. آقای دکتر، راجع به کتاب جامعه امروزتون که من از فیلمم خود شما شنیدم که یه قسمتی راجع به انقلاب ایران شما نوشته بودید چند سال قبل از انقلاب، و فکر میکنم گفتید که سانسور شده بود اون موقع یا نذاشتن چاپ بشه. نه بذارید من توضیح بدم. به این بحثی که در کتاب جامعه امروز بود که در 1975 یعنی 4 سال قبل از انقلاب نوشتم، در فصل 14 یه قسمتی است تحت عنوان یه تئوری به اسم جی تئوری، یعنی تئوری مثل جی، مثل ای بی سی دی بعدن به جی میرسه نه جی که اون نقطه بالاش داره، جی تئوری که تئوری انقلاب افزایش انتظارات. این یه مقداری بیشتر بود چون یه ذره بودار بود، اونم 4 سال قبل از انقلاب خواستن و اون تیکش رو بعد از اینکه چاپ شد بیرون آوردن و همین. البته در اونجا چارتی که داره هنوزم هست، چون اون دو صفحه‌ای که به خاطر اینکه در فهرست بود من همچنان گذاشتمش، تو اونجا یک چارتی هست که انتظارات هست در مقابل امکانات و بعدن یه نقطه انفجار که زیرش هم تا نوشتم لغت زمان انقلاب، یعنی این لغت زمان انقلاب است برای که منحنی افقیش، یا منحنی نه، در حقیقت مختصات افقیش، زمان مختصات عمودیش نظام اقتصادی و امکانات. اما بحث درباره انقلاب رو من توی درس دیگری داشتم، چون من درس اصلیم در دانشگاه تهران، دانشگاه ملی، آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی دوره فوق لیسانسش، و کمی هم در دانشگاه تربیت معلم عنوانش بود رفتار جمعی، collective behavior، چون رفتار از نظر علمی دو نوع، فردیست یا اجتماعی، یه کاریست که شما تنهایی میکنی جورابتون رو پاتون میکنی، و یه رفتار اجتماعیست که شما میری سر کلاس یا میری توی مهمونی یا رانندگی میکنی. رفتار اجتماعی از نظر علمی دو نوعه، یکی رفتار گروهیه، یعنی وقتی است که رفتار مردم مبتنی است بر نظام ارزشی ولیو سیستم جامعه، هنجاری نور، سازمان و وسایل، و بعدن افرادی که در سمت‌ها و جایگاه خودشون هستن یا وسایل، یعنی اون چیزی که به عنوان component of social action میشناسیم، یعنی اجزا و ارکان عمل اجتماعی، و وقتی در این چارچوبه اسمش هست رفتار گروهی. شما میرید سر کلاس رانندگی میکنید یا توی مهمونی رفتاری دارید که بقیه انتظار دارن. اما یه رفتار دیگه هست که هدفش برهم زدن نظام ارزشی، هنجاری، سازمان و یا وسایل و افراد هست. اون هدف، اون رفتاری که اینو میخواد به هم بزنه به عنوان collective behavior، رفتار جمعی میشناسه. نمونه برجستش وقتی مردم میان تو خیابون و تظاهرات میکنه. نمونه دیگه‌اش وقتی یه سینما آتش میگیره و مردم برای فرار ای بس از روی هم رد میشن. نمونهش اون چیزیه که در مد شما میشناسید و میبینید که دفعه یه مد زشت بی‌معنی جا میفته یا یه مد بسیار زیبا جا میفته، یعنی اون سوشال در حقیقت فشن. ما 8 جور رفتار جمعی میشناسیم که 3 نوعش خیلی مهمه، یکی سوشال موومنت، جنبش‌های اجتماعی، یکی سوشال ریفورم، اصلاحات اجتماعی، و یکی سوشال ریولوشن، انقلاب اجتماعی. حالا اگر شما بیاید نظام ارزشی جامعه رو به هم بزنید اسمش انقلاب، مهم نیست که بهتر میشه یا بدتر میشه. بنابراین اون چیزی که در 1957 در ایران اتفاق افتاد انقلابه، اتفاق نوع کلاسیک کامل یه انقلاب، برای اینکه نظام ارزشی اون جامعه در بسیاری از زمین‌ها که جامعه تحملش رو داره به هم خورد. انقلاب کبیر روسیه در 1917 11% رو عوض کرد، به نظر من انقلاب ایران بیش از 20% رو، حتی 30% رو دگرگون کرد. برای این روزی که شما نظام ارزش ولیو سیستم رو به هم میزنید میشه انقلاب، روزی که میاد نظام هنجار که اساسش در قوانین به هم میزنید میشه رفورم، اینه که شما راجع به اصلاحات و اصلاح طلبا میشنید، روزی که شما میاد سازمان رو به هم میریزید میشه اختراع و اکتشاف که وارد یه حریم دیگه است یا یه نو آوری، و روزی که شما میاد وسایل یا افراد عوض میکنید بهش میگن کودتا. بنابراین این اون تجزیه و تحلیله. من توی درس رفتار جمعی که درست رو هر 8 مورد بود اما 3 موردش سوشال موومنت، سوشال ریفورم و سوشال ریولوشن بود، اونجا درس رو در چارچوب آنچه که در ایران میگذره داشتم، و بنابراین یک تئوری هست به اسم
value added process and logic، یعنی یه سیستم پروسس و منطقی است که در مسیر ارزش افزوده یا درست اضافه ارزشه، که البته به هر دو تعبیر مارکس و غیر مارکسیستش میشه بهش نگاه کرد. البته نظریه مارکس در حقیقت اضافه ارزشه، ولی اینجا ارزش افزوده است که یه سیستمی حرکت میکنه تا میرسه به اون ته که در یه شرایط خاصی منجر میشه یا انقلاب یا سرکوب یا اصلاحات. و من بر اساس اون تجزیه و تحلیل، یعنی مراحل ششگانه، انقلاب ایران رو، چه انقلاب مشروطیت، چه این انقلاب بعدی رو، تو اون چارچوب می‌ریختم به عنوان درس دانشگاهی. یعنی اون جزئی که ما می‌دادیم، چون جو کتاب نبود یا کتابی مورد استفاده من قرار نمی‌گرفت، مثلا کتاب نوشته شده درباره رفتار جمعی در اون زمان قبل از انقلاب در ایران نبود، بنابراین ما در دانشگاه جزئه می‌دادیم به بچه‌ها، یعنی پلیکوپی بود که به بچه‌ها می‌دادیم. تو اونجا این مراحل رو می‌آوردم و سر کلاس درسش رو می‌دادم. دو تا مقاله در این ارتباط هم نوشتم، یکی علل انقلاب ایرانی که 17 تا علت بود که نه زیر 1% بود نه بیش از 15%، یکی هم Population and Revolution، جمعیت و انقلاب، چون مسئله ایران مسئله جمعیت. اونجا اون بحثا به اون صورت مطرح بود و به همین جهت که چون به نظر من مسیری که شرایط اجتماعی بود و کسی هم برش کاری هم نمیخواست بکنه هم نمیتونست در یه زمینایی بکنه، انقلاب ایران از نظر من حتمی و قطعی بود. بلند میشه من خودم 2 سال قبل از انقلاب 1977 به عنوان ویزیتینگ پروفسور از دانشگاه تهران اومدم دانشگاه یوتا، یونیورسیتی آف یوتا در سالت لیک سیتی، یه سال اونجا بودم و بعد از اونجا 1978 آمدم اینجا و الان 37 سالی که من در لس آنجلسم و دیگه برنگشتم. بنابراین اگر شما اشارتی به اون موضوع دارید، در اونجا تقریبا 2 صفحه راجبه اون تئوری نوشته، ولی به اوضاع ایران مرتبط نیست، اون یه بحث تئوریک داره و به نظر من انقلاب ایران به بهترین صورت ممکن به عنوان یه بحث روانی اجتماعیش میشه انقلاب افزایش انتظارات، یعنی افزایش انتظارات اکسپکتیشن بود که خشمی رو برانگیخت و انقلابی رو موجب شد. البته دلایل سیاسی داشت، اقتصادی داشت، بیش از همه به یک اعتبار مسئله مذهبی داشت، البته عامل خارجی هم نقش خودشو داشت، ولی هیچ کدوم از اینا نقشی به نظر من بیشتر از 15% نداشتن. میرم اگه شما میخواید بدونید انقلاب ایران چرا شد، یه چیزی که خیلی شما مهم بدونین از نظر من یا 7% یا 10% اگر جزء 2-3 تای اول باشه، مثلا 14-13-15%، بیشترش عوامل 3-4% بودن که اینجا اونجا نقشی داشتن. بنابراین اگر اشارتون به کتاب 2 جلد کتاب جامعه امروزه که همکنون دوستان میتونن سفارش بدن بگیرن، در حقیقت یک کتابیست بر مقدمه جامعه شناسی، Introduction to Sociology، و این کتابیست که تکست بود که من بود در دانشگاه و البته همون سال اول که آمد انتشارات پیام 6000 تای اولش با سرعت رفت و بنابراین به چاپای بعدی رسید و بعدن اتفاقاتی که افتاد. ولی توی بحث مربوط به انقلاب توی جزوه های مربوط به رفتار جمعی بود که در دانشگاه تهران در بخش جامعه شناسی دانشگاه ما درس دادم، در بخش جامعه شناسی دانشگاه ملی اون زمان درس دادم و در دوره فوق لیسانس آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی که اسمش اونجا بود دگرگونی های اجتماعی، یعنی به اون عنوان آمده بود، سوشال موومنت بود که ناچار ما اونم در شرایط قبل از انقلاب همیشه بحث انقلاب بود، یعنی ما هیچ چیزی غیر از انقلاب واقعا بحثی نداشتم. من سر کلاس کارم و درسم همین بود، اونم تو اون شرایط حساس. کلاس هم اینقدر شلوغ بود که تا من هفته یه روزی که یکی دو بار دانشگاه ملی میرفتم تالار ابوریحان فکر کنم 1000 تا صندلی داشت، حتی جا برای نشستن نه، یعنی یه دی می آمدن می ایستاده، یعنی هر وقت کسانی که ثبت نام کرده بودن این گونه هم بود. اینو به این دلیل عرض میکنم که اون گفتگو رو اونجا داشتم، ولی دیگه بعدش پس من ببخشید من اشتباه کردم، من منظورم همون 17 تا فاکتور بود که من نمیدونم از شما شنیده بودم فکر میکنم رفتش دادم به جامعه امروز کتابتون، ولی به هر حال اون 17 تا به عامل رو میخواستم اگه یادتون هست یک بار دیگه. نه یادم هست، نه یادم هست، ولی اون بحث داره عزیز، یعنی فرض کنید عامل مذهبی است، عامل به یک باره نگاهی است که اسلام مکه در جامعه مانند ایران تبدیل میشه به اسلام مدینه، یعنی اسلام و قرآن 13 سال اول با قرآن کریم 10 سال دوره مدینه است که با نگاه دیگری به همه چیز تقریبا نگاه میکنه و به دلیل اصل ناسخ و منسوخ
که اگر یه قاعده ای آمده بعدن قاعده دیگه میاد دومی اولی رو از بین میبره، استناد به اون میشه. و این چیزی بود که گروهی از رهبران جنبش در ایران به ویژه بیش از همه به عنوان شاخصشون دکتر علی شریعتی و گروه های از اون قبیل برای مدتی در حسینیه ارشاد داشتن و نوعی نگاه بود به مسئله برابری و عدالت از یه طرف که مفهومی بود که در نه تنها اسلام در شیعه جایگاه خاصی داره، بنابراین در سه اصل توحید نبوت معاده که به خاطر اجرای عدالت و از نظر شیعه امامت است و عدل، یا عدل است و امامت، یعنی مهمترین اصلی که به یک اعتبار در اصول دیانت اسلام و در مذهب تشیع دیده میشه عدله. به همجه است که اون جمله معروف رو میخوندن که یک جامعه با ظلم میمونه ولی با ظلم نمیمونه ولی با کفر میمونه، یعنی با کفر میتونه یک جامعه ادامه پیدا کنه ولی با ظلم نه. حالا وارد اون بحث گفتگو در اون زمینش نمیخوام بشم. خب این مفهوم برابری و عدالت یه نگاه خاص مارکسیستی بود، یعنی اساس تفکر مارکس بود و بنابراین شما با یه مفهوم مارکسیست های ایران روبرو می شدی که حالا گروه های مختلف متفاوت داشتن و مسئله نگاه خاص از این دیدگاه و در نتیجه بعدا نزدیکی اینها به هم و اون چیزی که اتفاق افتاد. ضمناً یک کوششی بود علیه اون برداشتی که چون همه چیز داره خراب میشه تا حضرت ظاهر بشه پس بذارید خراب بشه. شریعتی شاید حدیثی رو که به نظر من بیش از همه روش تاکید داشت این حدیث بود که آن کسی که معاش ندارد معاد ندارد. معناش این بود که اگر زندگی این دنیای شما خوب نباشه زندگی اون دنیاتون هم خوب نیست و بنابراین یه جهتی رو داد از این که نگاه نکنید به آخرت، نگاه کنید به اینجا، پس به دنبال تغییر و یا دگرگونی در اوضاع الان باشید، نه اینکه اون رو به قضا و قدر بسپارید یا بر اساس این فرض که دنیا باید پر از ظلم و جور بشه تا حضرت ظاهر بشه بذارید خراب بشه. خب شدم که شد، نه، بیاد جهان رو بسازیم چون کسی که معاش نداره معاد نداره. این تأکیدها مسئله اصلی اون موتور بود. بنابراین فرض کنید یه عامل مسئله ترکیب نگاه مذهب بود با نگاه مارکسیستی و همینجاست بود که مارکسیست اسلامی صرف نظر از این که حالا اصلا این ترکیب درستیه به عنوان یه واقعیت خارجی شناخته میشد و در یه دانشکده مانند دانشکده خود ما که مرکز همه این گفتگوها بود به جرات میتونم بگم غیر از 4-5 نفر از استادان این دوستان دیگری که ما با هم همکار بودیم یا مذهبی بودن یا مارکسیست بودن یا ترکیب این. حتی فرض کنید کسی که رئیس دانشکده بود که فرد بسیار آگاه و دانایی بود در مسیر خب یه نگاه تند و تیز نمیخوام بگم مارکسیستی ولی انتقادی از اون داد و حتی رئیس گروه جامعه شناسی، یعنی کسی که در حقیقت رئیس گروه جامعه شناسی و تنها فول پروفسور دانشکده ما بود اصلا حسینی ارشاد سخنرانی میکرد و بعدا هم رئیس دانشگاه اصفهان شد بعد از انقلاب. یعنی شما خیلی راحت و آسوده میتونستید ببینید که این داستانی که خارجی ها آمدند و چنگ اصلا خنده‌دار است. شما تو دانشگاه تهران تو دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که بخش جامعه شناسی داره، بخش مردم شناسی داره، بخش جمعیت شناسی داره، بخش یه نوعی تعاون یا اقتصاد داره، شما مثلا فرض کنید از 41 استاد 35 تا 36 تاش یکی از این گرایش‌ها رو داره و این تصور و توهم که آمدند و نمی‌دونم گولمون زدند و هایجک کردند اینا هیچ با واقعیت‌ها یه آدم از نزدیک آشنا و درگیر بوده نمی‌خونه. نه اینکه سیاست خارجی نقش نشه، ولی سیاست خارجی ای بسا در یه دورهای نقش 3-4 درصدی داشته، در یه زمینایی میتونسته تعیین کننده باشه، ولی اون چیزی نبوده که انقلاب رو در یه جامعه به وجود بیاره که شما بعد از 36 سال همچنان گیر و گرفتارش هستید. این اون گفتگویی است که اونجوری شد. حالا بله، پس شما فهمید که اینا مفصل نمیشه فرست. بارم گفت که اصلا اون بحث من نیست. من البته یک کلیتیش رو فکر کنم توی یوتیوب 3-4 سال قبل یه صحبتی داشتم تحت عنوان دکتر هولاکوی 2011، پس میشه 4 سال قبل، دکتر هولاکوی 2011، میتونید به یوتیوب مراجعه کنید. اونجا اتفاقا عکس آقای کروبی آقای موسوی هم هست کنار عکس من. اونجا فکر کنم یه صحبتی کردم ولی مال 4 سال قبله، یادم نیست، ولی میدونم کلیات این مسئله رو اونجا گفتم. بله، بعد شما فهمیدید که حالا حدودا 3-4 سال قبل از انقلاب شما اینو پیش بینی کردید با توجه به اون چیزهایی که میدیدید در جامعه اون روز، ولی کارشناسان الان میگن که اگر مثلا
صدها اتفاق میافتاد، یکیش مثل این که شاه از کشور خارج نمیشد یا عوامل دیگه یا سرکوب میکردن، ممکن بود که به این انقلاب به این صورت انجام نشه. نه دو تا جمله سب کنین ندیک پیش، به این صورت انجام نشه با این که انجام نشه متفاوت، انقلاب میتونست به یه صورت دیگه انجام میشه. این اول ببینید اگه میخواید بحث درک. دوم وقتی شما برمیگردید میگه شاه اگر نره، این به 20 تا چیز دیگه مرتبطه، یه مورد نیست. این اشتباه این است که من برگردم بگم آخر کار این حرفو زد. نه، این آدم به خاطر 40 سال تخصصش این حرفو زده، یعنی 40 سال از این جمله. ببینید اشکال کار تجزیه و تحلیل غیر علمی هم، یعنی به یه چیزی توجه میکنه، اینکه شاه بره یا نره اصلا خودش به خودی خودش معنا نداره، برای که اصلا شاه در دورهای مثلا 10 سال آخر به خاطر آنچه که هست و آنچه که عمل کرده و دیگرانی که دور برش بودن و سیستمی که فراهم شده بود به اینجا رسید. این چیزی نبود که با اومدن رفتن شاه یک کسی دیگه بشه، و به همین جهت هست که در بسیاری از موارد کار نمیشه. درست مثل من به شما بگم ظرف 3 دقیقه شما 10 پوند وزن کم کنید، شما ممکنه من بگید ظرف 30 روز این کارو میکنم، ولی تو 3 دقیقه که نمیتونید عزیز. برای حتی یه چیزی که اگر ممکن بود که اگر شاه نره مثلا ارتش اون اعلان بی‌طرفی نمی‌کرد، اصلا فرقی در ماجرا نمی‌کرد. نه نه ببینید، نه نه نه، خب آخه دیگه همین جوری شما دارید فرض می‌کنید، فرض می‌کنید. آخه اینا ببینید همیناست که دیگه بی‌معنی میشه. برای که فرض بفهمیم بریم سراغ خمینی. خمینی با توجه به شناختی که ازش پیدا شد و بعداً دیده شد، حالت ناترسی داشت به دلایلی. کاملا ناترسید. بنابراین شما میام میگید میترسید نبود، اون ممکن بود انتخاب متفاوتی بکنه ولی ترسی نداشت به دلایل بسیار. پس ببینید همین جوری نمیشه این فرضا رو کنار هم گذاشت. در اون صورت شما دیگه بحث نداری، چون گفتم مثل این فیلمایی میمونه که یه دفعه مثلا از زمین یه کسی در میاد، دفعه هلیکوپتر میرسه، یه دفعه نمیدونم یه کسی دیگه حالا تیر بهش اثر نمیکنه، یا یه نفر با 20 تا تیر 20 نفر رو میکشه، 200 آدم 2000 تیر رو به سمت اون میزنن که بهش نمیخوره، اصلا تیران میفرستن به هم بخورن به اون بخورن. اونا رو دیگه به نظر شما میفرمایید که به این انقلاب به هر حال دیر یا زود، حالا یکم این برامبر به هر حال انجام میشد؟ نه دیر یا زودش اصلا قصه سال عزیز، میتونست یه سال دیگه یه جور دیگه بشه. نه قصه زیادی نه، بمجرد که من فرضم خاطرم از در انجمن جامعه شناسان ایران که آقای دکتر غلام حسین صدیقی رئیسش بودن، گفتگو به نظر من این بود که ما قبل از 80 اون رو داریم و دوستان خیلی با من موافق نبوده، ولی فرقی در ماجرا نمی‌کرد. نمی‌خوام بگم من بیش از بقیه می‌دونستم، نه، من یک کمی با مسائل دیگری در ایران آشنا بودم. بعدم ماجرای نظام اجتماعی تنها بحث جامعه شناسی نیست، بحث روانشناسیش هم هست، بحث اقتصادی هم هست، مسئله حقوقی هم هست، نگاه فلسفی هم هست، برداشت مذهبی هم هست. من کمی با اینا آشناتر بودم از بقیه دوستان. خیلی ها بودن در هر کدوم از این زمینایی که گفتم ده برابر من میدونستن، ولی یک کسی که اقتصاد بدونه و خوبم بدونه، یک کسی که با فلسفه آشنا باشه و با دین آشنا باشه و مفاهیم مذهبی و دینی رو بشناسه، نه حتی تو دانشکده خود ما جز یک نفر که همون رئیس دانشکده بود، کس دیگری اونقدر نمیدونست حتی بحث دینی رو. بنابراین ماجرای مجموعه‌ای بود. و بعدم شما حرکت‌های اجتماعی درسته که حوادث این ور اون ورش می‌کنه، ولی موضوع رو به گونه دیگه در میاره. درست مثل اینکه یه آدم مست حالا این ماشین به جایی که بره به راست یه کار احمقانه کنه بره به چپ و در نتیجه این ماشین بهش نخوره، ولی مست میره می‌زنه به یه ماشین دیگه. اگر ملاک شما اون آدم دیگه است که این از مرگ رهانیده شد، حرفتون درسته، ولی اینکه این مست، چون موضوع ما این مسته که بالاخره به کسی میزنه، رفت به یکی دیگه زد، یه جای دیگه اتومبیل رو به یه جایی یا به ماشین کوبی. ولی خب بله، من و شما مثلا فرض کنین من و شما قراره بپریم به راست، ولی من کار احمقانه میکنم میپرم به چپ و ضمن شانس میارم که ماشین میره به راست با وجودی قرار بوده بره به چپ، خب من نجات پیدا میکنم. من میتونم این رو تابع این عصب بکنم که خب من قاعده رو رعایت نکردم و همجاست که زنده ام. مورد من نمیشه فهمید، ولی روزی است که شما بیاد بحث رو بکنید درباره من که باید یکی از این دوتا انتخابو میکردم و قرار بود چنین بشه، ولی استثنا جزء مثلا 20 درصدی بود که نشد و من رفتم. چه درست مثل این گلرایی که گلای پنالتی رو میگیرن، یا اصلا تو بازی فوتباله
شما میبینید که اینا بر اساس آگاهی که از کسیست که شوت میکنه دارن بهشون میگن که مثلا این 20 تا بازیکن این احتمالاً که مثلا 12 تاشون یا 15 تاشون ممکنه بخوان پنالتی بزنن، از این 15 تا 11 تاشون حتما به سمت راست میزنن و ضمناً پایین میزنن یا بالا میزنن. بنابراین تو برو به سمت راست، برای اینکه گلر تقریباً به هر سمتی که بره اگر اون سمتو بزنن و توپ در مسیر دروازه باشه گل میشه. شما رفتید به سمت راست، اگر توپ رفت به سمت چپ حتما گله. حالا اینجا یه مسئله دیگه مطرح میشه و اون این است که شما میدونید از این 15 تا 11 تاشو میزنن به سمت راست و بنابراین شما آماده اید که به سمت راست حرکت کنید، ولی اونا میدونن که شما از این خبر دارید. بنابراین اون آدم بهش میگن یا تصمیم میگیره که این دفعه برخلاف همیشه بزنه به سمت چپ. و اگر شما اطلاع قبلی رو داشته باشید برید به سمت راست، گل رو به راحتی میخوره. در حالی که اگر شما هم با این ذهنیت همراه باشید که چون میدونه من میدونم شاید بره به سمت چپ، به سمت چپ برید، یا آماده باشید که در لحظه آخر با گرفتن پیغام از چگونگی که اون میزنه، چون برخی از اوقات امکانش هست به یه سمتی خودتون رو پرتاب کنید راست یا چپ، ای بس های دفعه از اون 11 تایی که ممکن بود شما گل بخورید مثلا 8 تاش رو میخورید یا برعکس. به همین جهت است که در این گونه موارد عزیز تجزیه و تحلیل های علمی یه مقداری با این گفتگوهایی که من خیلی از اوقات از دوستان میشنوم، گویی ما با یه موضوع روبرو هستیم و با یه فاکتور، و مخصوصا عزیزانی که تحصیلات رشته های فنی دارن، از اونجایی که دو چیز در مغز اونا هک شده، یکی این که تعداد علل و عوامل یا فاکتورهایی که تعیین کننده هستن 5 تا 7 تا، حتی گفته شده بیش از 90% پدیده‌ها رو با 5 تا عامل میشه شناخت. یک، شما با مسائل روانی اجتماعی روبرو هستید که به جای 5 500 تا. دوم، همه اونها یه طرفه، یعنی یه چیزی علت یه چیزی معلول. در پدیده‌های روانی شما معلول میتونه علت و علت میتونه معلول بشه. سوم، بسیاری از اوقات اینا تاثیر متقابل و متعاکس روی هم دارن. و بنابراین وقتی این یکی از طریق علت و معلول حرکت کنه، دوتای دیگه معلول به علت حرکت میکنه. و به همین جهت که کار تجزیه و تحلیل روانی اجتماعی و یا پیشبینی حرکت های اجتماعی بسیار بسیار مشکل. تازه تمام از همینا گذشته، کنار این شما یه مسئله به اسم آزادی انسان دارید که شما در اسید سولفوریک و فسفور یا کلسیم ندارید. اونا آهن نمیتونه بگه تصمیم گرفتم امروز اسید سولفوریک روی من اثر نداشته باشه، ولی شما توی روابط انسانی میتونید اینجا باشه. یعنی آدم ترسوی ترسو که شما میدونید با یک تهدید از جا در میره، به دلیل وحشت زیاد و ترس زیاد تبدیل به یه شجاعی میشه که مرگ براش منتفی است و بنابراین درست عکس چیزی عمل میکنه که شما انتظارش نشید. وقتی به موضوعی انسانی میرسه مسئله اینه. به همجاست که من در مقدمه کتاب جامعه امروز به یه چیز دیگری اشاره میکنم در علوم اجتماعی که خاصیت خودتباهی علوم اجتماعی است، یعنی سلف دیسترکشنه. یعنی علوم اجتماعی به درستی پیشبینی میکنن مردم به دلیل اینکه خبر از اون پیشبینی دارن رفتار وارونه میکنن، اتفاقی که پیشبینی شده نمیافته، ولی یه توجیه روانشناسی جامعه شناسی روشه که چرا نشد، نه اینکه پیشبینی غلط. شما پیش بینی میکنید که مثلا به این بازار این گونه حرکت میکنه، مردمی که خبر از این حرکت بازار دارن که فعلا قراره بیفته بعدم بره بالا، چون میدونن قیمت ها میره بالا اصلا نمیفروشن، تازه میخرن. بنابراین قیمت به جای اینکه بیاد پایین میره بالا، برای که تقاضا زیاد شده. شما تئوریتون غلط از آب در اومده، چون شما فکر کردید یه هفته قیمت ها تو بورس میره پایین بعدش میاد بالا، ولی وقتی مردم خبر از این تغییر دارن، درست مردم در وقتی قیمت ها میخواد بره پایین میخرن، قیمت ها رو میبرن بالا، بعد رو دستشون میمونه بعدن میفته. شما میتونن بهتون میگن پیشبینی نه تنها درست در نمیاد، عکسش بود، به جایی که اول بره پایین بعد بیاد بالا، اول رفت بالا بعد اومد پایین. اما شما از نظر علمی یه توجیه دیگه دارید که این آگاهی سبب شد که مردم در جهت عکسش عمل کنه. به همین جاست که یه تئوری دیگه میاد میگه چرا اون اتفاقی که قرار بود بیفته نیفتاد. شما توی مسائل علوم تجربی هم چیزی ندارید، اگر شما پیش بینی بارون میکنید
بارون میاد. بارون نمیتونه تصمیم میگیره حالا که همه چتر دارند و آماده شدند و همه مسئولین هم بهشون اخطار داده شده که ممکنه بارون زیاد بیاد و سیل بیاد، بیاد نیای. بگذارید بارون رو ببریم یه جای دیگه. به همچی کاری ابر نمیتونه بکنه، ولی انسان میکنه. به همین جهته که به دلیل یه همچین توانایی است که ماجرای پیشبینی یه پدیده پیچیده تو در توی میشه که به یک اعتبار با قطعیت و قاطعیت همراه نیست، ولی جهت‌های کلی رو میشه مشخص کرد. دوم، هر وقت که پیشبینی اتفاق نمیفته دلایل خودشو داره. من یه نگاهی درباره اوضاع ایران داشتم، ولی من خبر از چند چیز نداشتم. یکی ماجرای بهار عربی بود، یکی ماجرای در حقیقت جنگ درونی محیط به هر حال خاورمیانه بود. ظرف چند ماه گذشته پدیده داعش اصلا تمام توازنها رو به هم میزنه. ماجرای لیبی و بعدن ماجرای مصر که بعد از آمدن اخوان المسلمین به روی کار، شما فکر میکردید در یه جامعه‌ای با اون ویژگی ها اخوان المسلمین اونجا رو گرفتند و تمام شد. برای که وقتی این گروه ها به قدرت میرسن اصلا امکان برگشت نیست. و با توجه به نگاه امریکا و آقای اوباما فکر کردید مصر در یه مسیر دیگه میره، ولی به یه مسیر دیگه افتاد. چیزی که به نظر من اصلا قابل پیشبینی حداقل در ما آدمای کمدان که بنده جز اون هستم وجود خارجی نداشت. ولی اگر یک کسی واقعیت‌های اون جوامع رو میشناخ و مانند من ایرونی که به تضاد درون سیستمی مذهب واقفم واقف بود که در مصر چنین چیزی نیست، برای که اونا به راحتی دین رو تجربه کردن و به این نشستن که بیخوده. اونا دوچار اون بحرانی که ما در ایران شدیم که فکر کردیم یه آلترناتیو و یه گزینه پیدا شده نمی شدیم. من دوستان چپ 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 داشتم که با وجودی که به خدا و پیغمبر خدا اعتقادی نداشتن، فکر میکردن نه به خاطر وسیله، فکر میکردن شاید واقعا حالا خدا و پیغمبر خدا بتونن همون کاری بکنن که اونا نتونستن. این مسئله بود، یعنی این گرفتاری بود که شما یه دفعه متوجه میشه چه خبره. البته توجیه روانشناسی مسئله خیلی روشنه. امیدوارم دوستان مارکسیست ما بهشون بر نخوره، امیدوارم بهشون بر نخوره. نیمی از مارکسیست ها اصلا مذهبی هم. این یه مکانیزم دفاعی است که پیدا کردن. به همجاست که به این راحتی هم با مذهب سازش میکردن و میکنن همه جا. و به همجاست که دوستان چپ چپ ما وقتی که احتمالاً یه حرفی درباره مذهب آبا و اجدادشون زده میشه به همون اندازه ناراحت میشن که کسی به اصول مارکسیستی حمله کرده. و من اینو صدها بار تجربه کردم. این گرفتاری ماست. این مسائلی است که وقتی که کمی باش آشنا باشید خواهید دید موضوع پیچیده‌تر از این است. ولی به هر حال من راجع به ایران امروز هم یه سوال داشتم که اگه اجازه بدید اینم مطرح کنم. با توجه به حرفایی که شما در مورد داعش زدید و پیشبینی هایی که قبلا کرده بودید و من شنیده بودم، میخواستم ببینم با توجه به این که شرایط الان امروز فکر میکنم همه کارشناسا هم اینو میگن که خیلی بدتر از شرایط حتی دو ماه قبل از سقوط شاه مثلا شاخص فلاکت یا همون فاصله طبقاتی انتظار و خیلی از اینهای دیگه. ولی میخواستم که آیا این ظهور داعش آیا تأثیری توی ممکنه حالا جنبش مردم داشته باشه؟ آیا اونا رو نه یا اصلا تأثیری نداره؟ و نه، من فکر میکنم در محاسبات گروه هایی که اداره جامعه رو دارن و اون گروه های احتمالا مخالفی که هستن داعش رو به حساب بیارن. برای که داعش درگیر خودشه و در یه چارچوبی داره بسته میشه و خفه میشه. البته از یه جای دیگه دوباره سر شما همچنان پابرجا در مورد همون دگرگونی های ایران. خب به نظر من یه مقداری ببینید الان با اینکه قرارداد میان ایران و پنج به اضافه که امضا بشه یا نشه ایران دو تا راه رو میره، ولی در نهایتش خیلی تفاوتی نمی کنه. به همین جهت است که چون هر کدوم از اینا زمینه های مثبت و منفیش برای حکومت ایران سر جای خودش هست و مجموعه یا برایند اینها منفی. یعنی به من بگید که اینا قرارداد یه نوع هم برحال من آنچه که خارجی ها میخوان در خصوص ایران یا هر چی هست اتفاق بیفته و یا اینکه نیفته،
به نظر من تفاوت چندانی نمی کنه. برای ممکن زمان رو 6 ماه برای یه حادثه تغییر بده، ولی ما آخر کار به اونجا میرسیم دیگه. درست مثل یه کسی است که بخواد از یه راه مختلفی بیاد به خونه مادرش، حالا از یه راه دیگه میره، مسائل داره، دیر و زود میشه، ولی چون هدفش رسیدن به خونه مادرشه، دیر و زود اونجا سر در میاره. نه به خاطر اینکه دترمینیسم تاریخ وجود داره، به خاطر اینکه شرایط و شرایط اجتماعی با خودش چیزای خاص خودش داره. همینجا من بازی اشاره بکنم، من اصلا فکر نمی‌کردم که جامعه ایران دو مرتبه بتونه با بازی انتخاباتی که در مسیر انتخاب آقای روحانی بود حرکت کنه. به من بگید علت چی بود که نادانی بود؟ قبول میکنم نمیدونستم. من فکر کردم ایران و مردم ایران بعد از اون تجربه و اون داستانهای بعد از سال 88، 4 سال بعدش دو مرتبه یه همچین زمینه ای رو به گونه ای که باش رضایت بدن، نه اینکه ناچار باشن، رو اصلا انتظار نداشت. خب آقای دکتر، بر اساس همین چیزی که اتفاق افتاد آیا نمیشه گفت که مردم ایران قابل پیشبینی نیست؟ نه اصلا این هست نه عزیزم، اصلا این حرف نیست. من علمم و اطلاعم کم، من اگر تو ایران بودم و علمشو داشتم و اطلاع داشتم همچین اشتباهی نمی کردم. به اون موقع می گفتم آقای روحانی انتخاب میشه این کنی. نه اون ناشی از این نیست که مردم قابل پیش میزد. معنای این که شما نمیتونید پیش بینی کنید بارون کی میاد این نیست که نمیدونیم بارون کی میاد. نه ما سوادش رو نداریم. برای مواظب خودتون باشید. من مدتی از پیام ها گذشته ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت. خیلی متشکرم آقای دکتر. مرسی از شما.